سلام قشنگای من، حال دلتون چطوره؟ امیدوارم که بسیار 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 عالی باشه. بیایم با هم بریم 12 به در، جایی که میخواییم بریم توی روستامونه، یکی از کوههای بسیار دور روستامون که خیلی طول میکشه تا اونجا برسیم، ولی میریم. الان بریم پایین صبحونه بخوریم تا نیسان بیاد سوارش بشیم بریم. صبحونه رو خوردیم، منتظریم که نیسان بیاد. اینم کیف منه که نمیدونم خودم رو چجوری قراره ببرم، تازه چه برسه به این، ولی امیدوارم که بتونم. بعد اینکه قسمت از راهو با ماشین اومدیم دیگه پیاده شدیم و بقیه راهو پیاده روی کردیم. البته چاره دیگه ای هم نداشتیم چون مسیری برای ماشین وجود نداشت. داشتیم به کمک همدیگه صخره ها رو بالا می رفتیم. اینجا هم یک عدد ملودی رو مشاهده میکنید که داره تلاش میکنه که از چشمه که از دل کوه داره میاد آب بخوره. نگم از خوشمزگی این آب و پاکیزگیش خیلی و همچنین خیلی هم خنک بود. اینجا دستم داشت یخ میزد و رسیدیم به قسمت جذاب عکاسی. همینو بگیر دوباره از زمین. دیگه بعد از کلی راه رفتن و گریه و زاری و خستگی و کوفت و زهره ما رسیدیم و آتیش گذاشتیم که چای دم کنیم اول کاری، بعدش یه پفک باز کنیم بخوریم. هممون خیلی گشنه بودیم تا کبابامون هم آماده بشه، یعنی آماده بکنیم. اینجا هم که مثلا منم دارم آتیش درست میکنم، مثلا دوتا چوب گذاشتم صفرم جهت این که توی ویدیو دیده بشم که داشتم میفتم که مونده بود، و این شخصی که توی تصویر میبینید برادر شوهر بزرگمه که تقریبا میشه و همه کار رو ما کردیم، کباب پختیم و اینا، بقیه هم فقط اومدن و خوردن و شکلات اومده بود اینجا داشت دستشون میشست. اینجا هم یه چشمه بود، دوباره اون لوله‌ای که میبینید از یه چشمه سرچشمه گرفته بود. Чем брать до команды его? Сейчас взять это место. همه داشتن از گشنگی تلف می‌شدن و من اینجا یواشکی یه تیکه از گوشت رو خوردم. شیشی. بدن. نو. به به من یه مال اولو. بچه از این یه دم. فقط یه. یه نه. و دیگه غذامون هم آماده بود. هم که رسیدیم نوشابه ها رو گذاشتیم لب چشمه، توی چشمه در واقع، توی آب جاری، و به خاطر همین سرد بودن، یعنی خوب بود، خنک بود، گرم نشده بود. بعد ناهار یه چای دمنوش میشست به واقعا که توضیح دادم این دمنوش رو از کجا پیدا کردیم وسط کوه، توی ادامه ویدیو میگم. و همچنین توی راه برگشتم کلی موانع بود که باید ردش میکردیم. انتظار نداشتم اینجا رو بتونم برم پایین، ولی رفتم. Hey you everyone. الان خوردیم نهارمون و چایم خوردیم، چایی که دمنوش بود از علفایی که خودمون جمع کرده بودیم، چای دم کردیم و نوشیدیمش. جاتون سبز. الان منتظریم که اونا بیان، هنوز دارن نمیدونم چی ها جمع میکنن. بعدش یه 20 کیلومتری میشه، آره یه 20 کیلومتری راه داریم که باید بریم. مهدی هم رفتون بکرندم و خراب نکن بابا. چی میدی تو؟ من خراب نکن به من چه آله برو از اون برو. خب باز میریم که یه 25 کیلومتر یا 30 کیلومتر تا پیاده بریم،
و برسیم به همون جایی که نیسان آورده بود. بعد زنگ میزنیم دوباره نیسان بیاد که ما رو ببره. اینجا یه نکته ای رو عرض کنم به حضورتون که نیسان نیومد ما رو ببره، ولی عوضش یه ماشین از اون گنده تر اومد که آخر ویدیو میبینید. یه غار پیدا کردیم، مینی غار. یک عدد مینی غار پیدا کردیم. بیا داخلشو بگیر. شاید جای روباهی نباشه. آره اونم لبا داشته نوشابا میخورده. الان کلن همه رو گم کردم. یه چند تاش توی دره مونده، یه چند تاش رفت بالای کوه. الان تنها وسط بر رو بیابونم، ولی خب یه نمه از راه و بلدم. امیدوارم که یه جایی ببینمشون، همون راهی که بلدم رو دارم میرم. امیدوار بودم اینجا که رسیدم حداقل شکلات باشه، ولی هیچ کس نیست. الان دارم از هرس میخندم. جدی جدی هیچ کس نیست، یعنی الان حتی صداشون هم نمیاد. از اینجا هم که کلا نمیشه برم پایین و برم دره پیداشون کنم، پس از همین کوه میریم. اومدم نوک گله پیداشون کردم اون پایینن. شکلات اینجاست، بقیه هم اونجان. اومدم پایین، یه نمه را مونده فقط. نه چقدر نوزن، نه خون چقدر گوگولی هن. آره این درخت ها رو سوزوندن، نگاه کن چقدر مشکیه، شبیه فیلم ترسناک درخت ها. این راه ها رو ما رفتیم، اون بالا، الان داریم برمیگردیم خونه. ولی رفتنی فقط به کوب رفتیم، یعنی که بشیم نهار بخوریم گشتمون بود، برای همین با این دیتیل و جزئیات نگاهشون نکرده بودم. چند براتون سوال باشه که اینجا دستم چی گرفتم، باید بگم که این بند کیفمه، یه طرفش کنده شد و من مجبور بودم که اینجوری دستم بگیرم. تازه میفهمم چیه هست. شکلات میگه بیا بشین اینجا، من میرم. میگه اون وقت چوپان اینا هست نرو، صدای بز و بره میاد، ولی میرم. بشینیم اینجا، نورش خوبه، دست صورتمون رو بشوریم تا اونا بیاد. اینجا قشنگ رودخونه است، دارم میان رسیدم. خرگوش نمای رازه منه. بچه بخوریم. با من گاشتم بردم مینوگیم نه جلده است. خیلی نباقی نگه تو میگه چه بردار برای خودتونه. شکلات باشه. بله دیگه رسیدیم به جاده و نشسته بودیم منتظر تراکتور بودیم که رسید از راه، و ما هم سوار شدیم و رفتیم به سمت خونه. سلام، روز بخیر. امروز فردای دیروزه. دیروز که اومدیم خونه دیگه شب شده بود و مادر شوهر آش دوغ پخته بود، ما هم آشمونو خوردیم، رفتیم همون گرفتیم خوابیدیم و تازه بیدار شدیم. اهالی خونه جمع شدن رفتن باغ. واقعا نمیفهممشون بعد اون همه خستگی و کوهنوردی و پیاده روی دوباره چجوری حال حوصله اینو دارن که برن باز بگردن و اینا. نمیفهممشون. لب مشرب اینه که من قراره آشپزی کنم. همشون رفتن بیرون، من نرفتم چون خسته بودم. گفتم من نمیخوام برم، شما بریم بگردین. گفتم پس اگه نمیای تو بمون خونه رو جمع جور کن و آشپزی کن. مثلا میخواستم استراحت کنم، اون کار رو بکنم و خدافظی بکنیم. مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدین. اگه دوستش داشتین لایک کنین، نداشتین دیسلایک کنین،
و سابسکرایب رو از این حرفا بکنین اگه این ویدیو رو دیدین و همچنین که دوستتون دارم. تا درودی دیگر، بدرود.